درود گرم بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری و بازدید کنندگان سایت برابری. پاسخی به چند پرسش و انتقاد مخاطبان گرامی تلویزیون برابری. تلویزیون برابری که با پشتکار و همت رفقای تولید کننده و پشتیبانی نیروهای مترقی از آنان تلاش داره که بیانگر گفتمان سوسیالیسم دموکراتیک باشه و به اعتبار سوسیالیسم دموکراتیک از مبارزه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان پشتیبانی میکنه و تلاش داره آوازگر این مبارزه باشه که در صدر اون مبارزه طبقاتی، مبارزه برای آزادی، مبارزه برای رهایی مردم ایران و فراتر از مردم ایران بشریت روی زمین. اون چی که من بیان میکنم موضع شخص خودم هست. تلویزیون برابری به یک اعتبار با روش کاملا دموکراتیک اداره میشه، اگرچه ما بر یک محور مشترک و خلل ناپذیر کار میکنیم، اما هر رفیقی در تولید برنامه خودش مسئول برنامه خود هست. اگرچه در مواردی که از خطوط اصلی تلویزیون خارج بشه، هر کدام دیگر هم به نوبه خود مسئولیت دارن. ما متاسفانه امکانات گسترده نداریم که استودیو داشته باشیم، در یک استودیویی که بشه با مخاطبان مستقیم گفتگو کرد یا مستقیم با ما تماس بگیرم، بتونیم مستقیم دریافت خبر کنیم، مستقیم نظر مخاطبانمون را بازتاب بدیم. شمار زیادی از مخاطبان ما که در ایران هستن از طریق واتساپ و وسایل دیگر پیام خودشون رو میرسونن و کسانی که به رسانه‌های اجتماعی دسترسی دارن نقطه نظرات انتقادی و یا پرسش‌های خود را از طریق رسانه‌های اجتماعی بازتاب می‌دهم. در مواردی هر کدام از ما سعی می‌کنیم به پرسش‌ها پاسخ دهیم، اما گاهی از اوقات امکان این که به فرد پاسخ بدیم به لحاظ وقت میسر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما سوای اینکه با برنامه تلویزیونی مشغول هستیم، میبایستی هزینه اداره تلویزیون به اعتبار مالی را هم بر عهده بگیریم و ناچار هستیم وقت خود را و انرژی خود را صرف کاری کنیم که بتونیم هزینه زندگی و هزینه یا هر کدام بخشی از هزینه تلویزیون برابری را کسب کنیم. به این اعتبار آدم های حرفه‌ای تمام وقت هم نیستیم. حالا ممکن است یکی دو نفر از رفقای ما چنین فرصتی را داشته باشند، اما اکثریت ما این کار در واقع کار دومه و کار اصلی کاری است که انجام میدیم
برای اداره زندگی و بخشی هم برای تامین هزینه تلویزیون برابری. پاسخی هم که من به چند پرسش میدم مقدم بر هر چیز نظر شخص خودمه، اگرچه بعضی از پرسش ها عمومی است و به همه برمیگرده. یکی از پرسش هایی که زیاد مطرح می کنند و در برابر گفتارهای ترویجی من در مورد سوسیالیسم دموکراتیک بارها گفتم این است که شما میخواید کوبا را درست کنید در ایران، شما میخواید کره شمالی را در ایران درست کنید. نه، ما کوبا را هم به عنوان یک سوسیالیسم دموکراتیک، یا کره شمالی را، یا اتحاد شوروی پیشین را، یا خیلی از کشورهای مدعی سوسیالیست کنونی و گذشته را به عنوان سوسیالیسم به مفهوم واقعیش قبول نداریم. و پرسش این است که سوسیالیسمی که دیگران نتونستن ایجاد کنن شما چطور میتونید ایجاد کنید؟ ما اصلا به هیچ وجه من به یکی به هیچ وجه مدعی نیستم که من میخوام سوسیالیسم ایجاد کنم. سوسیالیسم کار توده کار و زحمته. ما مروج سوسیالیسم هستیم. از مارکس و انگلس تا امروز سوسیالیست ها در دو وجه تلاش کردن. در یک وجه کار تئوری کردن، کار تبلیغ و ترویج کردن، در وجه دیگری مبارزه طبقاتی را سازمان دادن. ما هم به نوبه خود همین کار را میخواییم کنیم. در درجه اول تلاشمون این است مسائل تئوریک سوسیالیسم را با کارگران، با زحمتکشان، با روشنفکران در میان بذاریم، نظراتمون رو بازتاب بدیم، نظرات اونا رو هم بشنویم. و از جانب دیگر از سازماندهی کارگران و زحمتکشان برای رسیدن به سوسیالیسم پشتیبانی کنیم. به همین دلیل از جنبش زن، زندگی، آزادی با تمام توان ما پشتیبانی کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه سوسیالیسم دموکراتیک بدون وزن فمینیستی، یعنی توجه بر اینکه 50% جامعه زنان هستند، میسر نیست و به همین دلیل با تمام توان از این جنبش و از این شعار پشتیبانی کردیم و همچنان میکنیم. اگرچه ممکن است سلطنت طلبا شماره خوش باشن بگن موجی بود و گذشت، ما اصل هستیم، ولی به نظر ما موج اصلی پابرجاست. جامعه بدون زن، بدون برابری زن و مرد، سوسیالیسم بدون اینکه زنان رولی برابر با مردان داشته باشن و نقشی مساوی با مردان در اداره کشور، در تولید، در خدمات، در سیاست، در فرهنگ، در هنر میسر نیست. این یکی از پرسش‌هاست. پس ما از چه سوسیالیسمی دفاع می‌کنیم؟ و من به شخصه بر این محور دفاع می‌کنیم که سرمایه‌داری نتونسته نیاز بشریت را برآورده کنه. همینجا کسانی انتقاد میکنن، میگن شما در غرب زندگی میکنید، از مزایای جامعه غربی برخوردار هستید، اما میخواید غرب را از بین ببرید. ما هرگز در اندیشه از بین بردن غرب نیستیم، در اندیشه از بین بردن هیچی نیستیم، در اندیشه سازندگی هستیم. اون چی که از غرب انتقاد کردیم، من به شخصه در گفتار پیشین گفتم سال 2023 زوال
اروپا در کشور آلمان پیشرفته سال گذشته شمار بی خانمانان 67% ترقی کرده، یعنی ترقی که چه از کنم تنزل کرده، افزایش پیدا کرده. کسانی که جای خوابی ندارن الان که سرما شده، گروه های زیادی به تلاش افتادن تا به طور موقت برای اینا جا پیدا کنن که شب از سرما نمیرن. جامعه به این درجه از رفاه، این همه میلیاردر داره، این همه میلیونر داره، اما 200 تا 250 هزار آدم خانه‌ای برای شب ستاری نداره، در گوشه و کنار خیابان میخوابه. در همین شهری که من هستم، در فرانکفورت، در سال گذشته 2 نفر که در میان این در واقع ظرفای جای آشغال خوابیده بودم، جونشون از دست دادم. شب از سرما به این پناه برده و صبح که برای زباله جمع کردن، وقتی متوجه شدن که زباله ریخته و دیدن یک انسان بیچاره‌ای داره گیر اون چانا میفت، یکیش را نتونستن نجات دادن، یکیش را مجروح به بیمارستان رسوندن و من نمیدونم موند یا مرد. این گوشه ایست، اما فراتر از این، در همین کشور سال گذشته 100 میلیارد دلار، 100 میلیارد یورو، بالاتر از دلار، برای ارتش اختصاص دادن، اموال دولتی را فروختن و بودجه 35 میلیاردی ارتش شد 55 میلیارد. در گفتار دیگه خواهم شد، خواهم گفت که پاسخش ایجاد فقر بیشتر در جامعه است. خب به یک جای دیگه اشاره کردم، 100 روز است در باریکه غزه کودکان و زنان قربانی می شوند. کشورهای غربی اجازه نمیدن کسی، مردم در تظاهرات شرکت کنن و اعتراض کنن به این کشتار. خب ما اصلا کی میخوایم جامعه غربی را نابود کنیم؟ ما به این باور هستیم اون چه که دستاورد غربه، دستاورد تنها سرمایه داری نیست، تلاش کارگران و زحمتکشانه، مبارزه کارگران و زحمتکشانه. اولین اعتصاب کارگری در انگلستان با سرکوب شدید مواجه شد. اولین اعتصاب عمومی پارچه بافان نیویورک با گلوله پاسخ شنید. اما نیازمند زبان بود که تا کارگران و زحمتکشان بتونن حق اعتصاب را کسب کنند. این اونچه که در غرب می‌بینیم دستاورد سرمایه داری نیست، دستاورد جنبش کارگری است، جنبش توده است، جنبش روشن فکری است. این گوشه ای از قضیه است، اما در بطن جامعه غربی در این رفاه ظاهر مشکلات عدیده خوابیده. نگاه میکنیم در اون کشورهای سوسیالیستی سابق، حق تحصیل از دبستان تا دانشگاه مجانی و یکسان بود. الان در این کشورهای غربی کسی به جایی میرسه که دبستان خصوصی باشه، دبیرستان خصوصی باشه، دانشگاه‌های اونچنانی باشه. تبعیض طبقاتی. این یکی از اون پاسخهایی است که ضروری نمیدم. در رابطه جنگ غزه و موزه ما، البته این تنها موزه من نبوده، به رفقای دیگه برخورد کردم،
اما اون چی که من برمیگرده ایده پرسش کردم مسئله اصلی ما ایرانه، چرا وقت طلب میکنید از قصه حرف میزنید؟ مردم در ایران شعار میدن نه قصه نه لبنان، جانم فدای ایران، شما چه میگید؟ ما اصلا به این فکر نمی کنیم که اون چی که امروز در غزه میگذره فردا گریبانگیر ما نشه، پس فردا گریبانگیر ترکیه نشه. امروز مگر رابطه ترکیه با کردان بهتر از رابطه اسرائیل با فلسطینه؟ رابطه جمهوری اسلامی با مردم بلوچستان بهتر از اون رابطه است؟ اگر جمهوری اسلامی هم دستش برسه همون کار اسرائیل رو که با غزه کرده با بلوچستان، با خوزستان، با کردستان، با لرستان، با آذربایجان و هر جای دیگر انجام میده، اصلا تردیدی ما نداریم. اما اون چی که در غزه میگذره موضع ما جمهوری اسلامی نیست. ما هم با جمهوری اسلامی مرزبندی قاطع داریم، هم با حماس. حماس را چیزی میدونیم مثل جمهوری اسلامی. ما نه، من به شخصه نه به عنوان یک جنبش رهایی بخش بلکه به عنوان یک جنبش ارتجاعی میشناسم، اگرچه در بستر توده ها استتار کرده. اما جنایت اسرائیل که 60% ساختمان های مسکونی غزه را ویران کرده، 2 میلیون انسان را آواره کرده، تمام بیمارستان ها را در بدامون کرده، 10,000 کودک را کشته، 7,000 زن را کشته. شمار کشته ها تا به امروز که با شما خوندیم از 23,000 نفر و زخمی ها از 60,000 نفر گذشته. در ساحل غربی بیش از 5,000 آدم بازداشت شدن. 7,000 از فلسطینی ها بی نامونشان هم. معلوم نیست اسرائیل اینا را چگونه بازداشت کرده، به کجا برده و الان هیچ کس ازشون خبر نداره. این جنایت فقط قابل قیاس با جنایت نازی ها علیه یهودی هاست. مگر ما میتونیم به عنوان انسان هایی که سوسیالیسم را برای همه بشریت میخواهیم، آزادی را برای همه بشریت میخواهیم، حق دفاع را برای همه بشریت میخواهیم، اون وقت لب فرو بندیم بر این جنایت بارز، بر این جنایت عریان؟ نه، این در واقع غیر قابل تصور. جمهوری اسلامی اونچنان یاوه‌گرایی میکنه که انگار حماس فاتحه نبرده، اما ما اون انبوه تلفات انسانی را میبینیم، اون ویرانی را میبینیم و این جنایت اسرائیل را. اسرائیل 100 ساله در سرزمین فلسطین ویرانی به بار میاره. با وجود این ما با نیروهای دموکرات و مردمی اسرائیل و فلسطین همدردی داریم. ما مثل جمهوری اسلامی به هیچ وجه خواهان نابودی همه یهودیان نیستیم، اما خواهان این هستیم که فلسطینی ها مقدم بر هر چیز در این سرزمین های اشغالی سال 67 یک دولت دموکرات تشکیل بدن که در آینده بتونن با اسرائیلی ها تبدیل بشن به یک دولت واحد دموکراتیک برای اعراب و یهود، که دیگه نه اعراب زده یهود باشن نه یهود زده اعراب باشن، مثل خیلی از ملیت های دیگر که در کنار هم دیگر زندگی میکنن. همکنون ما در کشورمون کرد و فارس و ترک و عرب در کنار هم زندگی میکنیم. چرا عرب و یهود علی‌رغم هر گونه که یهودی آمدن بازم میتونن با هم در یک جامعه دموکراتیک زندگی کنن؟ خب
یک سوال دیگه مطرح کردم، انتقاد تند. شما میخواید با دفاع از فدرالیسم کشور ایران را تجزیه کنید. تا بخشی که به سلطنت طلبا برمیگرده به نظر من پاسخی نداره. سلطنت طلبا اصلا در فکر دموکراسی و حق و حقوق ملت نیستن. جمهوری اسلامی را قاصد میدونن، میخوان جمهوری اسلامی برکنار بشه، اینها جاشه بگیرن. همون گونه که جمهوری اسلامی با چماق حکومت میکنه، اینا هم با چماق حکومت کنن. کما اینکه در طی یک سال گذشته به کرات پرویز ثابتی را مطرح کردن، یعنی نماد جامعه اختناقی آریامهری، و پیشا پیش وعده میدن که اگر ما برگردیم این ثابتی که البته دیگه کسی نیست، اما الگوی آینده اونها الگوی سازمانهای امنیتی و سرکوبگره. با جمهوری اسلامی به اعتبار موهبی تفاوت ندارن. البته جمهوری اسلامی از ایدئولوژی اسلامی دفاع میکنه، از ارتجاعیت مذهبی، اینا هم از ارتجاعیت پادشاهی دفاع میکنن و هیچ از خود نمیپرسن چرا باید یک نفر بر دیگران برتری داشته باشه. سعدی میگه گیرم که تو را پدر بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. فرض کنیم پیشینیان خوب بودم، پیشینیان به اینا چه ربطی دارم که امروز بیارم کسی را علم کنم و بگن این میشه شاه، این میشه شهریار، شهریار جوان، شاه نوبخت. همون اراجیفی که قبلا گفتن و از محمد رضا یک دیکتاتور تمام عیار ساختن. خب ما به عنوان نیروهای کمونیست معتقدیم چه در ایران چه در دیگر کشورهای خاورمیانه اقلیت‌های قومی و ملی سرکوب میشن و از ستم دوگانه صحبت میکنیم. این گفتاریست از لنین. ستم دوگانه، یک طرف ستم طبقاتی هست همه جا، طرف دیگر ستم ملی هم هست. کرد هنوز اجازه نداره با زبان مادری آموزش ببینه، با زبان مادری صحبت کنه. میره اداره، اگر یک کردم اونجا نشسته باید با اون فارسی صحبت کنه. همین مسئله در ترکیه هست. از هر 4 نفر جمعیت ترکیه یک نفر کرده، اما این یک نفر کرد حق نداره بگه من کردم. در گذشته میگفتن ترکای کوهستان، امروز دیگه شرمشون میشه بگن ترکای کوهستان، امروز میگن تروریست. یعنی در ترکیه از هر 4 نفر یک نفر تروریست. همین اتهامی که در هر جای دیگر دنیا به اقلیت ها میزنن. خب پاسخ ما این است که الحاق داوطلبانه به اعتبار تاریخی سرنوشت مردم کردستان ایران با مردم ایران گره خورده. مردم عرب خوزستان با مردم ایران گره خورده، بلوچستان با مردم ایران گره خورده. طبیعیه که پیشنهاد ما به طور روشن الحاق داوطلبانه است، یعنی ملیت‌های تحت ستم ایران بپذیرم در یک پیوند ارگانیک
فدرالی با دیگر ملیت‌های ایران برای ایجاد یک کشور آباد، آزاد، برابر، فمینیست و سوسیالیست تلاش کنم. ما این موضع را به این قصد نمیگیریم که ایران تجزیه بشه. عکس این قضیه صادق است. ما تر میکنیم که از جنگ داخلی بپریزیم، از تجزیه ایران بپذیریم. حالا این موضع ما روشنه. مثلا برخورد میکنن، میگوین که شما که از فدرالیست دن میزنید، آمریکا زبان واحد داره، یعنی فقط زبان انگلیسی اونجا نذاشتن آلمانی زبان یا فرانسوی زبان یا هر کسی دیگر مطرح بشه، همه ایالت‌ها زبانشون انگلیسیه. نخواستیم که وقتی که آمریکا تشکیل شد 13 ایالت بود، امروز 52 ایالته، اگرچه دو سه ایالت را هنوز رسمیت کامل نبخشیدن. اما ما سرزمینی نیستیم که به صورت کلونی ایجاد شده باشیم. هزاران ساله که کرد و آذری و ترکمن در این سرزمین زندگی میکنن، جایگاه خودشون دارن. زاگرس جایگاه کردها و لوراست، لور کرد بختیاری، از مرز آرارات تا برسه به خلیج فارس. پس قوم مهاجری نیستیم که بیایم زبان فارسا را پذیرفته باشند. از بنیاد اینجا حضور داشتم. زبانها در طول تاریخ دگرگون شده. زبان کردی یکی از زبانهای اولیه ایرانیان است. کتیبه داریوش به زبان کردی از هر یک دیگر از زبانهای ایرانی امروز نزدیکتره. زبان دری که ما امروز صحبت میکنیم زبان دربار ساسانی بوده، که چون خب کتابت داشت نمیشتم به عنوان زبان بازمان. وقتی که مثلا زنیم که در پاکستان ما فقط درتیم از امریکا سکنم، پاکستان به شیوه فدرالی اداره میشه، هندوستان به شیوه فدرالی اداره میشه. و چرا وقتی که این صحبت ها هست طرف مخاطب ما حاضر نیست این منطق را بپذیره که قضیه گام به گام پیش میره؟ در کشور ما هم میتونه یک نظام فدرالی شکل بگیره و به بخشی از مشکلات جامعه پاسخ بده. یکی از مسائلی که در کشورهای شبیه ما ایجاد دیکتاتوری کرده تمرکز قدرت در مرکزه. دولت مرکزی بر تمام امکانات کشور اشراف داره و میزنه تو سر اقلیت ها. اما اگر تقسیم قدرت بشه و اقلیت های ملی هم در برابر اکثریت فارس و دولت مرکزی توانی داشته باشن جلو زیاده روی هاش رو بگیرن، سهمی از درآمد ملی داشته باشن، قطعا در جامعه توازنی برقرار میشه. این سبک به اصطلاح اداره کشور میتونه چشمانداز روشنی برای آینده داشته باشه. شمار زیادی از مخاطبان ما مشوق ما هستن و از برنامه های ما تعریف و تمجید میکنن. اما ما نیازمند اینم هستیم که به تمام معنا
از جانب مخاطبان هم ارشاد بشیم، یعنی استقبال کنیم و استقبال میکنیم از نقطه نظرهاشون، از انتقاداشون، از مواضع تلویزیون برابری، چون ما این تلویزیون را در خدمت انقلاب، در خدمت سوسیالیسم، در خدمت برابری زن و مرد، در خدمت آزادی و دموکراسی میدونیم. یکی از آزادترین رسانه هاست که ما استقبال میکنیم از هر صاحب نظری که در چارچوب اصول انسانی از انسانیت دفاع میکنن. ما به هیچ وجه مروج خشونت، مروج نفاق، مروج تجزیه طلبی نیستیم. ما تلاش داریم صدای بی صدایان باشیم، تلاش داریم بازگو کننده نظرات مترقی در سطح جامعه باشیم. به همین دلیل از هنرمندان پشتیبانی میکنیم، از فرهنگیان پشتیبانی میکنیم، دوش به دوش پشتیبانی از مبارزات کارگری، از اعتصاب دیگر صنفا دفاع میکنیم، پا به پای زنان بی اقراق شلاق میخوریم. وقتی که یک دختر یا یک زنی را شلاق میزنن، احساس میکنیم این شلاق روی گرده ما فرمون میاد. با اون نمیاندیشیم که بگیم در گذشته چگونه شلاق میزنم. محکوم میکنیم جزئی تعرض حکومت را به شهروندان و از آزادی کامل و بی قید و شرط توده های تحت ستم پشتیبانی میکنیم. این در واقع پاسخی به چند انتقاد و پرسش. امیدوارم که پرسش کنندگان این پوزش را از من بپذیرن که پاسخ مستقیم به شماری از اونها نمیتوانم بدم، اما هر از گاهی که احساس کنم ضروریست چنین پاسخ را هم شخصی خواهم داد. اما در آینده تلاش خواهم کرد که هر از گاهی با مخاطبان گرامی سخنی داشته باشه. و نکته آخر این که بسیاری میپرسن شما چرا این نیروهای چپ و مترقی یکی نمیشید؟ بسیار انتقاد به جایی است. این درد مشترک ما هم به سهم خود این احساس مخاطبان را داریم و به سهم خودمون برای اتحاد تلاش میکنیم. اما از قدیم میگفتم بیا که من و تو به زور برادر شویم. متاسفانه به زور نمیشه خواهر و برادر شد، به زور نمیشه خواهر و خواهر شد. اصل قضیه این است که چپ امروز ایران و جهان وارث شکست سوسیالیسم و ما ایرانیان وارث شکست سوسیالیسم هستیم، وارث شکست انقلاب 57 هم هستیم و زمان میخواد که چپ ما از زیر بار این شکستا شانه خالی کنه و در واقع بپردازه بر این که با فضای دیگری، با طرح دیگری، با طرح نو وارد میدان بشه. طرح نوی که به بساط فرقه‌ای و فرقه‌گرایی و به وحدت‌های ایدئولوژیک پایان بده
وحدت ایدئولوژیک شکننده است. وحدت بر محور مبارزه طبقاتی هست که میتونه پایدار باشه. حزبیت گروه های روشنفکری محکوم به شکسته اگر حزبیت در بدن طبقه جامعه افته. و ما یک مشکل اساسی امروز ما نقص حزبیته. حزب فراگیر طبقاتی نداریم. البته یک وجهش شدت سرکوبه، وجه دیگرش مشکل طبقاتی. همان گونه که نیروهای خارج از کشور دچار این تفرقه هستن، نیروهای درون کشور هم دچار این تفرقه هستن و بخشی هم به اونها برمیگرده که نتونستیم در طی 45 سال گذشته حزب طبقاتی سازمان بدیم. و مادام که نتونستیم یک حزب طبقاتی سازمان بدیم، جنبش های ما یک پایشون میلنگه. جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش پویا و پرتوانی بود، اما از پشتوانه حزبی برخوردار نبود، از پشتوانه طبقاتی برخوردار نبود. نسل جوان، نسل 80 خود را با آب و آتش زدند، اما این آب و آتش اون پشتوانه لازم طبقاتی را نداشت. با اعتصابات کارگری هماهنگ نشد، با تعطیل همه جانبه دانشگاه ها و مدارس عالی و مدارس متوسطه پیوند نخورد. اگر پیوند میخورد کار رژیم تمام بود. این دستگاه سرکوب تا یه جایی توان سرکوب داره، یه جایی که مبارزه توده‌ای بشه میشکنه. تجربه انقلاب سال 57 نشان داد که ماشین سرکوب چگونه میشکنه. ما این تجربه را داریم. به هر حال سخن را کوتاه کنیم. با درود تا گفتار آینده.